بدون تعارف از روزهای دفاع مقدس تا روزهایی که ارزش‌ها نیازمند دفاع هستند. سلام، این هفته برای ضبط برنامه بدون تعارف به شهر کرمان آمدیم. مهمان برنامه ما 58 سال است و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سرباز گارد جاویدان بوده. بدون تعارف با حاج حمید شفیعی، فرمانده گردان قواسان در دوران دفاع مقدس و البته یکی از سربازان حاج قاسم سلیمانی که در این برنامه از خاطرات شنیدنی اون روزها گفت. یه مختصری از بیوگرافیتون بگین اول برنامه. خودم از بچگی کرمان بزرگ شدم، اهل این کوپای وامخابات هستم، 25 کیلومتری کرمان. از سربازی موندم تهران، گارد شاه مقام گارد جاویدان اونجا خدمت کردیم. چی براتون جالب بود میدیدید از شاه و خاندان شاه؟ اون صنایع خوبی نمیدیدیم. مثلا توی ستاد ما 32 تا تیمسار بود، هر ماه 20شون رو میخواستم. یه ظرف چینی خیلی بزرگی داشتن، مشروب میخوردن، اما شامپاین از فرانسه میبردن. اینا که مست میکردن سویش ماشینشون واسه میزن تو این ظرف، خودش میزد به همینو. و این تیمسارا برمیداشتن میبردن با هر خانواده یه سویش برمیداشتن با خانواده میرفتن بیرون. یه سرگردی داشتیم توی خیابون پیروزی، این خودکشی کرد چون هم خانمش هم دختراش با اینا این مشکل پیدا کرده بود. خب حاج حمید، بیایم توی مقطع دوران دفاع مقدس که علی آقا میدونم من خیلی بهش علاقه دارم. بسیجی بودین، چیکار میکردین؟ هزاران هزار جوان مثل من پیوستن به انقلاب و پشت سرش هم خب جنگ شد. در چند عملیات حضور داشتیم مستقیم؟ ما دیگه هرچی عملیات بود، مگر اون که یکی دو تا عملیات خب زخمی بودم، بقیه همه رو شرکت داشتم. شما فرمانده گروهان قواسا بودید؟ من خب گردانای خشکی زیاد بودم دیگه. سال برای عملیات کربلای 4 که میباس قواس حتما از اروند رد بشه، من اومدم گردان قواس رو تشکیل دادم. انشاءالله فرماندهان لشکر اسلام از ما راضی و سر ما تبرد. گفتن لباسای قواسای ما استاندارد نبوده یا مثلا درست آموزش نمیدیدن. نه خیر، ما تو 10250 تا رو انتخاب میکردیم. برای عملیات 4 بچه‌هایی بردیم که 3 سال 4 سال تو جنگ بودن، چریک بودن خودشون. کاری نبود که ما اینا آموزش ندیده باشن. اونو بدون لباس دستشون برای خنده که بچه‌ها بکنن میذاشتن زیر سرشون، رو آب واقعا میخوابیدن. من میتونستم این کربلا 4 رو اینقدر بچه ها اعتماد داشتن با 20 نفر 2 کیلومتر خط پایسازی کنم. همین کار ما کردیم. تو شجاعت، تو روحیه کم نظیر بودن. نه این اصلا قابل قبول نیست. یه خاطره گفتی در یک رزمنده ای که در خصوص بیت المال بهش یک تذکری دادید و یه کار بزرگی کرد. شهید آجاکر بختیاری که هم مزار شهدا اینجا هستن، وقتی با جیپ اومد، من یه بسیجی 13-14 سالش بود، ایشون آورد گفت که حمید آقا این از فشنگار این مرویه رو در آورده، یه تسبیح درست کرده. بعد گفتم میدونی اینا بیت المال چقدر سخته برای ما، تا ما مثلا از سوریه فشنگ میخریم میاریم اینجا کار درستی نکردی. وقتی که رفت و خط، من دیدم یه دفعه حاج اکبر به من زنگ زد، گفت حمید آقا چی شده؟ گفت خاک بر سرم شد. این آقا رفت پناهنده شد به عراق. ساعت 7 بعد از ظهر یه دفعه من زنگ زد حاج اکبر، گفت آقا برگشته. گفت چطوری؟ گفت برگشت. من دیدم 250 تیر فشن کلانش آورده بود، یار پیچ نوع عراقی آورده بود. گفتم چرا این کار کردی؟ گفت شما وقتی گفتی بیت المال، من جهنم جلوی خودم دیدم. دیدم روز قیامت جواب خیلی مردم باید بدم به خاطر بیت المال. بله، به خاطر بیت المال. مثل الانه دیگه. مثل آره، این که حالا مثلا چندین میلیارد هزار میخورن، اصلا واقعا اینا ایمان ندارن، نه ترس دارن، نه ایمان به خدا دارن، اصلا نه هیچ معرفتی نسبت به این ملت، به این انقلاب، به خداوند ندارم.
بله، این عکس شما در کنار حاج قاسم مال دوران جوونیه. بله، فکر کنم 25 سال 26 سال. خاطرات خیلی جالبی هم با ایشون دارید شما. بله خاطره. یکیشو بگین، ماجرای برف بود و سرما بود و شما بودین. ما رفته بودیم برای عملیات براش حلبچه، تو ارتفاعات اونجا بودیم. ما ارتفاع روبرو اومدیم، روبرو که اومدیم بالا هر چی که اومدیم این ارتفاع تموم نمیشه. من دیدم حاجی ضعف حاجی رو گرفت، گفتم چیه؟ گفت من یادم اومد دیشب چیزی نخوردم، صبحی هم چیزی نخوردم، زوری هم چیزی نخوردم، اینقدر مشغول کار بود. گفتم چطور؟ گفت یادم رفت. یه جدی حاجی واستاد، گفتم چیه؟ گفت میگم به پام پام فرمون اصلا نمیبره، هر کار میکنم جلو نمیرم. یه خورده با هم صحبت کردم، دیدم نه حاجی اصلا نمیتونی بیش از این حرکت کن. گفت من تا تاریک نشده شما خودتو برسون این روبرو رو، برو از این ارتفاع برو پایین، سری یه سری وسیله و یکم غذا بردار بیارم. من اگر اینقدر نون بود هیچ مشکلی نداشتم، میومدم. من گفتم من نمیتونم شما رو تنها بذارم. گفت راه نده، باید بری. من دست کردم تو بادگیرم، دو تا پاکت کشمش و نخود آوردم بیرون. باز زودتر میدادی؟ ما این را تا دم مرگ نگه میداشتیم که استفاده اون موقع ازشون بکنیم، استفاده نمی کردم. وقتی اینا رو به در آوردیم یه نگاهی به من کرد، گفت خیلی ناوردی. تیلار داشتی؟ خودت هم میخوردی؟ گفتم اینا سراشو بسته است و از دست نکردم. خب گفت برو کنار، برو کنار ببینم. آقا ما 20 دقیقه حاجی برفور جلو من میزد و ما 20 دقیقه خود مرسون سر ارتفاع و شیف شدیم توی سور خوردیم توی پایین، شب رسیدیم تو بچه ها. بالاتر از سیاهی رنگیم، ما میگیم بالاتر از سرخی رنگیم، ما افتخارمون شهادته. امروز چی؟ امروز جوان ها چی جوری هن؟ خودتون فکر میکنید؟ خب جوانا که خوبن، یه خورده چون بدون تعارف دیگه ما بیورزه ایم، یه خورده کوتاهی کردیم، کوتاهی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید چیکار کنیم؟ باشون باشیم، ارتباط داشته باشیم، به مشکلاتشون برسیم. دولت بیشتر سرمایه رو برای ایجاد شغل و کار فرهنگی برای اینا بذاره. از دعواهای سیاسی خیلی گله داشتید؟ خب اینا تو جیبه ما یاد گرفتیم. ما یه دفعه ما یه غیبت نداشتیم نسبت به کسی. حالا نخل نبات بعضی ها شده برای منافع خودش، اونو تخریب میکنن، اونو تخریب. بابا کاری نکنیم یه روزی گریه کنیم برای مخالفین خودمون که خدا نکرده کاش اینا بودن لااقل. داریم اینجوری پیش میریم، تمام چیزی که داریم از انقلاب داریم استفاده میکنیم به خاطر مسائل جنایی و اینا. این بیشتر ضربات به انقلاب میزنه. این حرفا چیه؟ حسابش دستتون هست حاج آقا؟ چند نفر از دوستاتون شهید؟ شما اینا رو ببینید، تقریبا 80%شون بچه‌ها ما با هم دوستیم دیگه. برقص سرش آوردم با پیراهنش. تو صاف بودی، ساده جنگیدی، اما جواب آینه ها سنگه. از وقتی رفتی خوب فهمیدی سنگر عوض میشه ولی جنگه. برگرد و روشن کن چشمای لشکر رو، وقتی که میچینی اون سیم آخر رو. بس فهم کنیم بهای خون این جوانها و این دوستای شما چی بود؟ وقتی میگه راه شهدا یعنی خدمت به مردم، یعنی خدمت صادقانه شبانروزی به مردم. ما تو جبهه شهید یونس جونس زنگیوادی معاون آقای سلیمانی بود، دو روز نخوابید. یه روز اومد تو کانیس اونجا 20 دقیقه خوابید، بلند شد گفت 10 دقیقه مال دیشب، 10 دقیقه ما شب گذشته، من خوابم کردم. اینا اینجوری برای کشور کار میکردن. از اون دسته بودید که بعد از جنگ استفاده کردید از این تاریخ حضورتون در جبهه و اینها و به یک سیستم مالی و اقتصادی خوب رسیدید یا نه؟ نه بابا، ما که تو خرج خودمون واقعا موندیم. من الانم هم توی سن سال دو تا پسرامو خرجشون من باید بدم. این اعتقاداتی که ما تو جنگ داریم حضور شما عرض بکنم، یه موقع شایعه کرده بودن آقای سلیمانی
بالای 50 میلیون میگیره. خب فیش ایشون حتی من دیدم، همون 5,700,000 که بهش میدم با این همه کار. قیافت مثل حوریه مشتیونه. آها وای بالا میگه حوریه گیرش بیاد. بچه ها خیلی هم شوخی میکردن، بچه ها مفتن خیلی شوختب بودن. خیلی خیلی اصلا. از اون شوخی ها چیزی تو ذهنتون هست که تو داشت که قابل پخش باشه؟ شهید بزرگوار داشتم ابراهیم هندوزاده، مثلا یه روز اومد پیش بچه ها، البته به من گفت رفت تو زرچوبه زده رو پیشونیش، نداشت باند پیچیده بود دستاش همه رو، اومد تو سنگر اطلاعات، گفتم چی شده ابراهیم؟ گفت ماشین زده تو اهواز بهم. خوابید اونجا، بچه آب آوردن، شربت درست کردن، جا برش درست کردن، یک ساعت ایشون خوابوندن، مرتب مواظبش بودن. دو سه ساعت گذشت فهمیدن این خودش این کارو کرده. آره. حالا شما دید تماشا کن. همین آوردن آویزونش کردن به سقف. نصف روز میزه دلش. اینا میخندید. بدون تعارف ترین کلام مهمان، خطاب به مردم، مسئولین و این دوربین. مسئولین که باید شب روز برای مردم کار بکنن، اگه نکنن به قول امام آماده جهنم باشن. به مردم هم میگم صبور باشید، به هر حال خدا ناظر برای کشور ما هست، ما در محضر خداییم. اگر مشکلاتی پیش بیاد هم خودمون باید تلاش بکنیم، هم انشاءالله حل میشه. با بعضی مسائل بدتر میکنیم اوضاع رو، دشمن هم مثل گرگ بیدار و ضربه خواهیم خورد. انشاءالله مردم هم بعد بدون رو صبور باشن. من یک یادگار خیلی ارزشمند دارم، اونم شفیعه رهبر انقلاب که از دست مبارک ایشون گرفتن، چون میدونم بچه های دفاع مقدس خیلی برای ایشون ارزشمندن. دارم خواست اینو تقدیم شما کنم. من ریاضتش ندارم ولی آخر خوشحالت میشم. دست شما درد نمیارم. دست شما، دست شما اصفایی میکنم از این برنامه لطفا زبان ما بیمارم. من صدقه ندارم ولی نه بیرسه بچه هایی بعدش بیرسه. نه بیرسه بچه هایی بیرسه. دست شما درد نمیارم.